امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما نمیشوند که بگویند من همه کارهای مربوط به اداره جامعه را انجام میدم، شما یه مختصری فعالیت کنید، درآمدی کسب کنید و به تفریح بپردازید. مکن له دینه الذی ارتضیته له، که خدایا فراهم کن مقدمه ای را که بتواند دینی را که میپسندی اقامه کند. این منظور کدوم دینه؟ مگر دینی هم هست یا دینهایی هم هستن که خداوند متعال راضی نباشه؟ شاید اشاره باشه به این آیه قرآن، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در روز قدیر خم فرمود امروز من راضی شدم یا پسندیدم یا این دین کامل شد برای شما و من برای شما دیگه این دین رو امروز دین کاملی میدونم. دینی که خدا به اون دین راضیه دینی است که ولایت محور اون دین باشه و نه در حد اعتقاد، چون در حد اعتقاد که همین الان هم ما اعتقاد به ولایت و امامت داریم، مستقرش نکردیم هنوز، مکن لهو تحقق پیدا نکرده. در واقع حق تعیین سرنوشت در اون زمان به مردم داده میشه. در واقع این که مردم احساس مسئولیت بکنن و فعالانه مشارکت بکنن در اداره زندگی خودشون اون زمان محقق خواهد شد. امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما نمیشوند که بگویند من همه کارهای مربوط به اداره جامعه را انجام میدم، شما یه مختصری فعالیت کنید، درآمدی کسب کنید و به تفریح بپردازید. دیگه لازم نیست دغدغه جامعه رو داشته باشید، مسئولیت‌های امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت‌های نظارت بر اداره امور، مسئولیت‌های نمی‌دونم دور هم جمع شدن، مشورت کردن، تدبیر کردن برای اداره بهتر امور همه از دوش شما برداشته شد، من و یارانم این کارا رو انجام میدیم. خب اگر بنا بود اینجوری باشه که پس چرا این همه دستور ما تو دینمون داریم؟ حضرت زمینه مشارکت جدی مردم رو فراهم میکنن، مشارکتی که بعضی ها ادعاشو دارن میکنن. حکومت رو واقعا مردمی خواهند کرد، مردمی بودنی که در غرب داره به دروغ ادعا میشه. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی حکومت ولایی رو مستقر بکنن با ولایت، با قدرت مطلقه ولایت مردم رو به آزادی میرسونن. ما اگر دین ولایی رو قشنگ بیاییم توضیح بدیم تو جهان عاشقانی پیدا خواهد کرد که ممکنه حتی متدین به دین ما نشن، نماز ما رو نخونن، حجاب ما رو رعایت نکنن، خیلی از احکام شرعی ما رو رعایت نکنن، اما مسلماً سراغ ولایت ما رو خواهند گرفت. کما اینکه شما میبینید درباره ابو عبدالله الحسین علیه السلام همین اتفاق افتاده. خیلی ها متدین به دین ما نیستن، اما امام حسین علیه السلام رو به عنوان یک رهبر آزادی خواه الگوی خودشون میدونن. لازم نیست همه آدم ها تو دنیا متدین به دین ما بشن بعدن ظهور امام زمان و حکومت او رو تمنا بکنن. مردم همه آبادانی و رفاه میخوان، مردم از راه هایی که در جهان ارائه شده و به یأس رسونده مردم رو خسته شدن. مقدم سازی برای ظهور نیست که همه مردم جهان رو مسلمان کنیم و همه مسلمانان رو معتقد بکنیم به مذهب خودمون، کافی شیوه حکمرانی حضرت رو توضیح بدیم، مردم بپرسن آیا واقعا این شیوه شدنی است و ما از اونها سوال کنیم آیا راه دیگری ممکن هست برای نجات بشر. آن دینی که خدا به آن راضی شده است دینی نیست که نماز و روزه و همه چی توش داره غیر از ولایت. آن دینی که خدا به آن راضی شده است دینی است که ولایت در آن دین مستقر شده باشد. حضرت زمینه مشارکت جدی مردم رو فراهم میکنن، مشارکتی که بعضی ها ادعاشو دارن میکنن. در واقع حق تعیین سرنوشت در اون زمان به مردم داده میشه. حکومت رو واقعا مردم میخواهند کرد.